بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدا و با عرض سلام خدمت تمام شما بیننده های عزیز و ارجمند. هموطنان عزیز، امروز آمدیم در قسمت سرک شهدای معارف و این سرک که شما میبینید سرک کمپانی هست که از طرف کوته سنگی میایه و این طرف هم که طرف میره طرف شورای کابل قندار و میدان وردک و همه جای از این سرک میره. آمدیم امروز در قسمت که برای شما قسمت باقی مانده ای کار سرک را تصویر بکشیم و این سرک شهدای معارف است که وصل شده به سرک کمپانی. از اینجا سرک شهدای معارف است، این طرف دشت برچی و این طرف هم طرف کوته سنگی میره. ما هم میریم از قسمت بازسازی و اینجا هم هموطنای لباس نارنجی ما خدا خیرشان بده که زحمت میکشن و کار میکنن تا ای که جوی و جوچه ها را پاک کنه. یک قسمت میفهمی که زیر از یک کانال است که بند مونده و اینا را پاک میکنه. میریم همراه هموطنای خود که در این قسمت در کار بازسازی سرک کار میکنن، همراهشان هم مصاحبه میکنیم. با ما همراه باشین در ادامه برنامه تا که ما بریم همراه مسئول پروژه یک مصاحبه بگیریم. با ما همراه باشین در ادامه برنامه. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستین؟ شکر. بخیر هستین؟ خیلی خوب است. مونده نباشید. بخیر باشید. سلامت باشید. شما مسئول همین پروژه سرک سازی هستین درست؟ بله، نام عبدالله نوری هستم، یکی از پروژکت منیجر ساحه هستم. بسیار. اینجا در قسمت ساخت کندنکاری از سرک کلان سنگ است و کلان یک کوی از سنگ است. چقدر وقت در بر بود تا کوه کنده شد؟ قسم شما که میبینین ما کندنکاری کوه کردیم بسیار با مشکل. ما شب و روز کار کردیم که این سنگا رو ببریم و این قسمت سرک ما تکمیل کنیم. میبین یک ساحه کوه گست روجش کرده بود، یک چند وقت روجش کرد، باز کاراش یک چند وقت ماند به خاطر که روجش کرده بود. ما ببینیم اگر دیگر روجش کنه باز پس ما از سر کار شروع کنیم. یعنی شما میبینید که ما از سر کار شروع کنیم و کارش انشالله خلاص میکنیم. چقدر امی وسط از این پروژه مانده؟ چند متر است؟ 90 متر وسطش مانده که تکمیل شوه انشالله. 90 متر. طولش 90 متر، عرضش چند متر؟ عرضش 20 متر و 25 سانتی. عرضش و 90 متر هم طولش. بله. امروی جوی گلدانش مانده. خواه. یک سرک و جوی گلدان نمونده. بله، جوی گلدان پیادره وسته. پیادره. این خانه که در بالا زندگی میکنه، کسی زندگی میکنه در خانه؟ نه خیر، وقت زندگی میکرد. فعلا که کار ما شروع کردیم و کلشان خانه رو تخلیه کرده و رفته دید. به خاطر که اونجا خیلی دبه پرکو هم هست. بله، زیاد بلند است و فعلا جای بودو باش نیست. خطر داره که باران شوه دیگه چی شوه تو نشه که باد ریزش کنه. چند وقت میشه که امی کار پروژه بازسازی سرک شروع شده؟ فعلا خود یک در روز میشه که ما کار شروع کردیم. در روز میشه که کار شروع شده؟ بله. و ختمش چند روز خواهد بود؟ ختمش یک ماه و در روز انشالله در بر میگیره. یک ماه در روز یک بخیر ختم بود؟ انشالله. چطور از پیشرفت کار برای فعلا؟ فعلا کار میبینی که شما میبینی که کار جریان داره. خوب است، کار خوب است. ان شاء الله ما کوشش میکنیم که هر چیز زودتر پروژه رو تکمیل کنیم و به شورای تصمیم میکنیم. بسیار. خیلی تشکر از اینکه وقت گذاشتین و با ما مصاحبه کردین. فقط یک کار چیزی که میخوام پرسان کنم که وقتی که کار شما تکمیل شد، یعنی یک ماه و ده روز دیگه سرک پخته کاریش میشه یا فقط همین کار انبار کاریش تکمیل میشه؟ نه، کار پخته کاریش انشالله تکمیل میشه. تکمیل میشه؟ بله، تکمیل است یک ماه انشالله. شما از این کار که فعلا جریان رو از طرف شاروالی یا از طرف کدام شرکت هستیم؟ ما از شرکت بابر نبات هستیم خودم. بله. فعلا کار از طرف شرکت هستیم؟ بله. یعنی کلی همی پروسه را ساخت سرک را میشه شرکت شما شرکت گرفته بود؟ بابر نبات در گرفته بود. یعنی از اول از ابتدا تا آخره؟ تا آخره بله، شرکت بابر نبات. به حالی هم تکمیل میکنه بله؟ تکمیل انشاءالله تکمیل میکنه. سلامت باشه. تشکر. خیر باشه. خدا خیر باشه. زنده باشه. سلامت.
آج کاکا سلام علیک. سلام برادر. خیر نباشید. خوب هستین؟ زنده باشی. شما جور هستید؟ خیر و خیرات است. قراری؟ روز روزگار بخیر میگذره. الحمدلله. طرف شما قراری هستن؟ خدا را شکر. سلامت باشین. آج کاکا در باشنده از این منطقه این شما؟ بله بله، ما باشنده نمی نقاش هستیم. ما اینجا بودو باش میکنیم. همینجا می باشیم. بسیار خوب. آج کاکا این کاری سرگنه بخیر دیگه آخرین مرحلهش هم تکمیل میشه. شما چقدر از این کار راضی این از این سرک و از این کار و از این پروسه چقدر راضی هستین؟ لیلالحم ما خو بسیار عزیزم اسکر شهرولی کابل. بله. بخاطر از اینکه ما در سراسر شهر کابل ما میبینیم که یک بازسازی جدید آغاز شده. ما میبینیم سرکشی را دیدیم، همین سرک با چی را دیدیم، پانتونه سرک دیمازنگ کوتی سنگی را دیدیم. حالا نمی سرک بخیر اندگیش با سر رسیده، بخاطر نمی جا یک کیلومتر یا زیاده کم مانده. انشالله رحمان دیگه دمیان قریب دیگه نمی بسر میرسه دیگه ختم از کاره از این سرکم بخیر. پیاده رویش هم جور میشه، گلدانش هم دپلان است که جور شوه، گروپای سرکم جور میشه. ما خیلی 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 راضی هستیم از بازسازی شهرولی کابل. سلامت باشین. شما در این منطقه زندگی مونین درسته؟ بله. سابق این سرک نبود، شما مثلا اگر سمت پرچی رفت آمد میکردین چه رقم باید میرفتین؟ سابق این سرک نبود، مشکلات اهلی برچی خیلی زیاد بودن. بجور شدن اینمی سرک حالی مردم خیلی راحت شده، خیلی زیاد راحت شده. حالی میتونه که اینمی موتره مثال بامیان کابل است، از نمی راه نه عبور بر میکنه، از راه شهر کابل چیز نمی کوتی سنگی که اونجا بیرو بار میپشه، از نمی سرک نه بیادر میتونه که یا بیادر از نمی سرک رفت آمد کنه. بله. سابق از اینجا مجبور مرفتیم که کوتی سنگی از کوتی سنگی می اومد سمت کابل. بله 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 بله. ان شاء الله هیچ مشکلی نیست. بازی را چی میکنی علاوه از این سرک یک سرک دیگه 40 متری چیز اون بلاکه چیز چی میگه بلاکه چری خمبر اون هم 40 متر مون جور شد، اونجا هم خیلی مشکل حل شده. 100 درصد اونجا مردم مشکل مردم حل شده، گلدان جور شده، پیاده روی جور شده، مردم میتونن از این سرک استفاده کنن. ان شاء الله رحمان دیگه بیروبار شهر کابل روز به روز دیگه ان شاء الله کم شده میره و این سرکای که جور شوه بیخی دیگه مردم بس رسول زندگی کردن. چند ساله که در این منطقه شما زندگی؟ از ما دیگه تقریبا یک 20 سال میشه. 20 سال؟ بله بله بله. 20 سال پیش منطقه چی رقم بود؟ 20 سال خو ما شما هم تو خوشایند دیر کردیم، مگر کار سیاسی بنیادی برای وطن نشد. در 20 سال، 21 سال کار سیاسی بنیادی برای وطن نشد. مگر این تو برات بگم که در با آمدن امارت اسلامی در طول نمی 3 سال بسیار یک دستاورد قوی داره. امنیت شما شاءالله ببین، سرک سازی شما ببین، همین به حساب امنیت 100% امنیت است. از نمی جاینا ما رفتیم تا قندیسه، یعنی کسی نیست که در پیشوری تو ساشا که تکی هستی تو کجا میری؟ چرا میری؟ یا چنین ما تقریبا 20 روز پیش ما رفته بودیم به قندوز دیگه 100% امنیت است. انشاءالله رحمان نگه هیچ مشکل نیست. تشکر آج کاکا از اینکه وقت گذاشتین و همراه ما مصاحبه کردین. همتونن شما تشکر میکنین که با ما وقت دادی و ما صحبت های خدا برای هموطنان خود رساندیم. سلامت باشید. تشکر. زنده باشید. برکت بدید. خب هموطنان عزیز، صحبت های هموطنایی که در این قسمت ها بودن شنیدیم و ما هم آمدیم که نزدیک و نزدیکتر بیاییم تا واقعا زحمت این کار را برای شما به تصویر بکشیم. شما میبینید که این قسمت یک کوهی از سنگ است، یک خالص از سنگ است. کندن از این کار آسان نیست، شاید چندین تا بلدوزر انجام را کار کردن و تا اینکه تانستن این کوهی از سنگ تخریب کنه و تا بتونه ایتی یک سرک صافتر و دقیقتر ساخته شود. یعنی کندن این سنگ ها کار آسان نیست. میفهمیم که در این بالای بالا از اینجا که سنگ است و تا این آخر کلش سنگ است و این سنگ ها کنده شده تا ای که ساخته شود این سرکی که شما در تصویر میشدیم. ما هم میریم پیشتر همراه کسایی که در این قسمت ها هست همراهشون مصاحبه میکنیم. این سرک چیزی نمونده، یعنی بسیار یک محدوده سایه کم مونده. باش انجینر صاحب اینجا است. انجینر صاحب چند متر است این؟ 90 متر. 90 مترش مونده نه؟ خب 90 متر کار از این سرک مونده. انجینر صاحب هم همراه ما هستن. 90 متر کار از این سرک مونده که خیلی کم است دیگه، مقدار زیاد زیاد ساخته شده فقط 90 مترش مونده. مونده نباشه. شما خانه شما اینجا هستن؟ خب بسیار خوب باشه. باش که همراه شما هم یک مصاحبه بگیریم. مایک رو بزنیم.
سلام علیکم. و علیکم. مانده نباشین. بخیر. خوب هستین؟ بخیر هستین. صحتان خوب است؟ باش ما این طرف بیم که جای ما کم راحت‌تر باشه. شما باشنده از این منطقه این؟ خا. خانه شما در کجا است؟ این بالا سیم مال. در بالا از این کو؟ آه بالا این طرف. اوه انشالله. شما شاید پیشرفت کار از این سرک بودین دیگه نه؟ بودیم یک چند وقت کارش پرچاو بود اینا پس شروع کردن دوباره شروع شد آره پرچاویش هم به خاطر امی فکرم سنگ و کوه اینا بود این مسئله ریزش و کوه و چیزا بود این در خطرش بالا بود به اون خاطر کار رو پرچاو کردن اینا رو پس شروع کردن دوباره شروع شد الان بیا بخیر که کار سرک هم امی مقدار کمی هم که مانده بخیر خلاص شده امید به خدا دیگه شروع کردن بله یکی شروع کرده ختم هم بشه دیگه والا امید به خدا دیگه بس اگه من کار فعالیت شرکت دارم بله بخیر خلاص شد تشکر بخیر باشه سلامت باشه سلامت. زنده باشه خب هموطن عزیز صحبت های هموطن هم شنیدیم اینجا شما میبینید که این سنگا از همی کوه ها جدا شده این سنگایی که در این قسمت شما مشاهده میکنید اینا کلش از این کوه ها جدا شده و تا اینکه راه از این سرک هموار شده و اینجا هم سرک نقطه شروع سرک 20 متر است نقطه شروع سرک 20 متر است تا این قسمت پخته شده یعنی تا این قسمت هم گلدان هم سرک و هم همه چیزش آماده کار است و از این قسمت به اون طرفش که فقط مانده بود 90 متر گفته انجینر که گفتن 90 متر مانده و 90 مترش مانده بود که بخیر کارش هم شروع شده البته نگفتن همانه یک طرف سرکش کارش تکمیل بود تا این قسمت ها این طرف سرک کارش تکمیل بود اون طرف سرک کارش مانده بود و این هم که کوچه ورودی سرک نقاش است که مونه طرف خود نقاش و قسمت هایی که گوسفندداری ها و بابداری ها گاب و گوسفند چیزا سودا میشه خب با ما همراه باشین در ادامه برنامه ما هم بریم همراه همین کسایی که ریکشا دارن اگر تانیستیم همراهشون مصاحبه کنیم با ما همراه باشیم سلام سلام علیکم خوب هستی؟ خوب هستی بخیر صحت خوبه جان جور است بخیر هستی ریکشا دارین؟ بله بسیار خوب از اینجا مسافر مبرین تا سرک 20 متره را نه؟ اول سرک 20 متره سرک برچی دیگه؟ آره وقت 20 متره بود یا فلان سرک شهدای معارف میگه 40 متره شده خواه حال وقت این سرک سرک 20 متره بود وقت 20 متره بود یه که باز کلان گده یا دمون نام قدیمی را از مردم میشناسه اصل نام همزنی سرک چیه؟ شهدای معارف اصل نامش نام سرک شهدای معارف است سرک شهدای معارف است بسیار خوب بسیار خوب شما اینجا ریکشا دارین؟ ما اینجا ریکشا داریم بسیار از اینجا مسافر تا اونجا چند مبرین؟ نفر 5 روپا 5 روپا آه بله یعنی یک نفر از برچی که بیایه بخوای به کمپانی ده 5 روپا میرسه ده 5 روپا اینجا میرسه سابق که بود مجبور بود برف کته سنگی از کته سنگی باز از اون طرف میام طرف کمپانی آره هم برای دور و هم هزینه زیادتر ده 5 روپا که می خانوما هست که 5 تا اشتوک داره نفر 1 روپا میاد خب 5 تا اشتوک دی رکشاش من 5 تا اشتوک جای میشه دیگه اون ده پرس که میگرم میگه جای میشه نمیشه یعنی پست گازوری اشتوک از کرا نمیده خب عزیز کرا نمیدیم یعنی میاسو یا بسیار چند وقته که اینجا ریکشا هم فعالیت دارن؟ این ریکشا تقریبا 3-3.5 سال میشه یعنی سرک دیگه موتر هم داره تو باز تاکسی مینی بس تونیس چیزا تاکسی اومد تاکسی ما نچلید اینجا یعنی می تاکسی های توبول هم هستن یارو باز مردم در پا نمیداد دیگه میتری جمع شد یا خود به خود یالم لاین داره چیکس لاین داره ولی کارش نچلید خودش دیگه گفت ما پارچه نمیدیم دیگه نمیشه تونیسی چیزا خونیه؟ نه نه کاستر تونیس اماد کاسترش اماد تراشه اماد نه چلی جمع شد رفت بخاطر که اونا مسافر زیاد میگره و این مسافر کمتر نه؟ کمتر میگره زودتر پره میشه و زودتر حرکت میگره ارزانتر میگره یا در حساب کاستر نه میچله و قدر سواری زیاد نیه یا یک زرنج اینجا ده دقیقه میمونه چند تا زرنج در میلنگ کار مونه؟ این زرنج کلن 85 دانه زرنج از 85 دانه باز دو تقسیم شده 42 دانش یک دزمه 43 دانش یک دزمه آه. یعنی در دو نوبت میان اینجا کار آره در دو نوبت یک روز در خانه خواهم یک روز دیگه میاییم در یک روز که کار مونین روز چند روز اینجا کار موشه؟ اما یک روز تل کشده یک 400 میانیم 400 سیمونیم ساعت بازم شکره شکره دیگه از بکاری که در خوب حالا سر, آره. سر فلکه بریم استرشیم دفته دو روزم سر کار نمو برای یعنی از مجبوری ما مجبور نباشیم همین کار نمکنیم مجبوریم
بله. خب من 400 روپیه را که میگیرم تا یک زمینه بازم خوب هم. خوب است. خب یک روز یک جای دیگه بریم کار کنیم. یک لاین دیگه نیه پیدا نمیشه. دیگه لاین نه ملاحظ کنم. چه بخشی ما خود ما کار میکنیم امروز افکار داد که بیا سر از صبح اگه بیه زرنگ نمیبرم. یعنی بیا خدا مهربان است یعنی سرک رو باری از سرک شهرهای معارف و سرک طرف شرک امید صف مره اونو جور شوه یک نصف روز دو لاین دهیم خدا او ترگر شوه وقت چی بهتر بیا تا او جور خاموش شده او سرک بخیر جور شوه دمو لاین میشه آره شوه خوب آره از بکاری برد خواه تشکر سلامت باشی زنده باشین اگه کلام گفتنی پیامی دارین کامره ما در خدمتی تشکر ندی و پیام خاص ندی تشکر شما سلامت باشین خب هموطنان عزیز این هم بود برنامه امروزی ما که تقدیم حضور شما شد و این هم سرگی هست که سرگ 20 متره یا سرگ شهدای معارف که بیشتر همو نام ماندن در نام سرگ 20 متره ماندش اصل نام سرگ شهدای معارف هست و این قسمت هم که بخیر کارش مانده بود یک طرف سرگ یعنی این طرف کارش کامل تکمیل شده بود و این طرف کارش مانده بود که این هم کارش بخیر تکمیل میشه تشکر از اینکه تا این برنامه همراه ما بودین تا برنامه بعدی و دیدار بعدی شما را بندهای پاک و لحظت بسپارم خدا یار و ملک دارشون